رادیو همراه، بفرمایید. حالا سلام های دکتر، سلام، بفرمایید. حال شما خوب است؟ خسته نباشید. متشکرم. حالا من تماس گرفتم خدمتون، یه مشورت میخواستم از شما بگیرم برای شرایط زندگی که ایجاد شده و میخواستم موضوع رو برای شما توضیح بدم اگه اجازه بدید. بفرمایید. والا ما با خانمم تقریبا یه 7 سالی هستش ازدواج کردیم، کانادا هستیم و ارزم به حضور مسائلی که پیش اومده اینه که نه صبر کنید، هر دو چند سالتون عزیز؟ من 34 سالمه، خانمم 33 سالش. و چه مدتی هست که در کانادایید؟ بنده الان حدود 10 ساله اینجا هستم، خانمم حدود 15 سال. هر دو چه خوندی، چه میکنید؟ من اینجا دکترای مهندسی الکترونیک خوندم و خانمم اینجا زمینه تربیت بدنی خوندن، کینزیولوژی. اون وقت فرزندی هم دارید یا نه؟ بله، 2 تا فرزند داریم، یکیشون 1.5 سال، یکیشون 3.5 سال. پسرن یا دخترن؟ 3.5 سال پسر، 1.5 سال دختر. اون وقت از اعضای خانواده هیچ کدوم از شما کسی اونجاست؟ خانواده درجه یکتون؟ از طرف من کسی نیست، ولی از طرف خانمم تمام خانوادهش اینجا هست. خب هر دو فرزند چندم خانواده ای؟ من فرزند پنجم از یه خانواده یعنی 6 فرزندی، فرزند شماره 5 هستم. و ایشون همسرتون؟ فرزند شماره اول هستن، یه خواهر کوچکتر از خودشون دارن، 10 سال اختلاف هستن. بنابراین خواهرشون و پدر و مادرشون اونجا هستن؟ بله بله بله. خواهرشون ازدواج کردن یا نه؟ نه خیر. اوکی. خب حالا موضوع ها یا مسائلی که بینتون هست چه هست؟ ما تقریبا با هم آشنا شدیم، یه خیلی هم ازدواج خیلی سریع داشتیم، تقریبا بعد از 4 ماه 5 ماه که همدیگر رو دیدیم خیلی مسائل سطح خانواده کشوندیم، یعنی مطمئن بودیم که کیسی هستیم که میخوایم با هم دیگه ازدواج کنیم. و خب همیشه اون اختلاف نظرها بود، چون یه جورایی 2 تا تایپ مختلفی از هم دیگه بودیم، یه جورایی یه ذره مثلا دیدگاه همون نسبت به زندگی فرق داشت. ولی خب این مسائل ادامه پیدا کرد، سعی کردیم تقریبا یه چیزی هلوهوش از سال 2015 هستش که ما درگیر تراپی های مختلف هستیم، از کاپل تراپی، اینویجوال تراپی های مختلف، متد های مختلف رو رفتیم جلو. و هر موقع تو کاپل تراپی اون شرایط یه مقدار بهتر میشد، ولی جدیدن دیگه مثلا شرایط خیلی از کنترل خارج میشه. حالا به من بگید 2-3 تا موضوعی که بیشتر دورش میچرخید تا اشکال اختلاف دارید چیه؟ بله، من موضوعی که اصلی که هستش اینه که خانمم تقریبا دیگه ترمز بریده. خب ترمز بریده هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ رفتاری. یعنی و مثلا به عنوان مثال قاطی میکنه شدید و مثلا تو خیابونای اینجا باشه میزنه بغل، داد و بیداد، و حتی شده یه بار بچه هم گرفته زده تو خیابون. و چون بچه من یه حالتی وجود داره که فرزند اول من خیلی بیشتر به من علاقه نشون میده و این به شدت اذیتش میکنه بابت این قضیه. یعنی بچه اول من برمیگره به من میگه مثلا، همیشه من میگه بابا دوستت دارم. خب من جوابش میدم و هیچ وقت به مادرش اینو نمیگه و خیلی تحت فشار این قضیه است. ولی خب مسئله که پیش میاد اینه که دیگه واقعا از کنترل خارج شده، به این جهت که یه رفتم مثلا خودش میندازه وسط خیابون جیغ میزنه داد میاره، مثلا نمیتونم کنترل کنم، پلیس حتی یه بار زنگ زده پلیس بیاد منو ببره. و یه حالتیه که حالا با توجه بدون که شما کاری کرده باشید. من واقعا کاری نکردم، یعنی واقعا فقط نگاه کردم، گفتم تو حق نداری بچه رو بزنی. خب ایشون متهم کرد شما رو به چی؟ میگه که چرا طرف من میای، بخوای بیای طرف من جلوی بچه رو بگیری، من زنگ میزنم پلیس. میگم اگر کسی قرار باشه زنگ بزنه پلیس، من باید زنگ بزنم به پلیس. این رفتار آخه پلیس وقتی اومد، اگر شما توضیح دادید که قرار نبود شما رو ببره. نه من اصلا از اومدن پلیس استرسی ندارم، درسته وضعیت مثلا خود نه کاری به اون نه، اگر پلیس و ایشون تلفن کرده اومده پلیس، چرا شما ببره وقتی توضیح بدی؟ بله چون شوهر من این کارو نمی کنم، چون میدونه که من توضیحی به پلیس نمیدم که اگینش استفاده. یعنی چی؟ چرا؟ نمیدونم، شرط فکری اینطوریه که حالت استیبلی نداره، یعنی در حالت آن استیبل داره یه کار میکنه که نیم ساعت دیگه بگذره واقعا تجربه نشونه. نیم ساعت حالا از شما یه سوالی میکنم، اگر یه آدم اینگونه که شما توصیف میکنید مست پشت فرمون نشسته چون آن استیبل هست، ما سوار ماشین میشیم تا کشته بشیم یا یه دیگه کشته بشن؟ نه شما کاملا درسته. این چه استدلالیه؟
حرف ایشون شما واقعا درست. نه شرایط استیبلی نداره، یا باید استیبل بشن یا باید همه این مجموعه جوری اداره و کنترل بشن، نه به گونه ای که هست. آقا اینا شوخی نداره این مسائل. بله بعد ایشون زنگ بزنه به پلیس شما رو تهدید کنه، شما جواب ندید، بعد شما مسئول و مقصر باشید، حالتون خوبه؟ خب این که سبب میشه که بار دیگه هم اینجوری بکنه، یا بار دیگه تا یه برای کوچیکی سر خودش بیاره بنازه گردن شما، شما راهی زندان بشید. بله شما از حضرت اینکه شما ایشون ان استیبل میشن کنین، از استیبل میشن برای چی ناراحت میشید؟ یه سر اینکه اون واقعیت. استیبل میشه چرا من ناراحت میشم؟ آره چرا، خب چرا فکر کنین که این چیزیست که شما باید باشه جوری کنار بیه؟ والا حقیقتش من یکی میترسم، خب یعنی اتفاقا یعنی میزان از چی انرژی رو میترسید؟ از هم برخورد فیزیکی خب و همین که کانسیکونس هایی که داره راجع به بچه ها ایجاد میشه، یعنی مثلا اگر اتفاقی واسه زندگی ما بیفته، نه که مثلا حالا چه بدونم مثلا اتفاقی بیفته کار به پلیس، این بچه ها تکلیفشون چی میشه، یعنی چی چی؟ میمیه، خب تکلیفش رو یعنی الان که بده، شما یه چیز قطعی بد رو به خاطر یه احتمالی که نمیدونید چیه مقایسه میکنید. آخه شما درس درست خوندید؟ آخه این یه واقعیتی جلویتونه که اوضاع بده. برای شما که از همون آغاز اینگونه که من اشاره کرد مشکل داشتید، چرا بچه آوردید؟ والا ما شرطمون که زندگیمون بهتر بشه که بچه بینیم، و واقعا تو موقعی که کاپل تراپی میرفتیم بهتر شد، بهتر شد و بچه اومدن ما دوباره شرایط رو بدتر کرد. خب معلومه همیشه بعد شما اگر با من آشنا باشید، هیچ بچه دوای هیچ دردی نیست، زندگی خراب رو خرابتر میکنه و بد رو بدتر میکنه، زندگی خوب رو برای مدتی با تلاطمی همراه میکنه. بنابراین شما اینکه میگید از همون آغاز ما مشکل داشتیم میرفتیم تراپی، خب مسائلی بوده، به نتیجه رسیدید، مسئله حل شد، ایشون اون به هم ریختگیش از بین رفت، آروم و از یه ثبات و قراری برخوردار بود یا نبود؟ درسته بهتر شد، یعنی ما کاپل تراپی میرفتیم همه چیز تحت کنترل بود، یعنی خیلی مسائل بهتر میتونستیم با هم صحبت کنیم، کمتر یعنی مجادلات خیلی کمتر شده بود، ولی الان شرایط یه طوری شده که تقریبا دیگه ترمز بریده، نسبت به خواستهاش دیگه خیلی محکم نگوشییت نمیکنه، چون به هر حال یه شرایطی پیش اومده، یعنی من الان توی شرایطی قرار گرفتم که اصلا الان دیگه این که میگه بیا میگه آپشن تو اومده دیورس اگریمنت هم گذاشته جلوی چشم هم، میگه امضا کن. خب خب شما یعنی چرا امضا دیورس هم نمی کنید؟ آخه واقعا به نظر من شما یه حرفی خودتون میزنید، میگید یه موقعی شما هستش بین 92-8% اختلاف، خب میگی خب من 92 خیلی قوی تره، ولی یه موقعی هستش که 49-51 شما دو دلی، یعنی واقعا شما نمیدونی برای که چی دو دلید؟ آخه اینجا دو دلی شما واقعی بینانه نیست. آخه من دو دلم، یکی این که یک این که خب این همه سرمایه واسه این زندگی گذاشتم، این همه زحمت سرمایه کشیدم گذاشتید؟ گذاشتید؟ نه نه آخه مرد عزیز، یه کاری نکن که بگم مدرک تو پس بگیرن. من اومدم توی یه بیزینسی، روزی $1000 ضرر کردم، ضرر کردم 5 سال، درب و داغون شدم، بعد یکی من میگه ببندش تمومش کن، بگم من تو حالا سرمایه گذاشتم، خب بعدش هم باید این پول رو بذارم. شما به من بگید همه چی خوب شده، من میخوام گذشته رو خاموش کنم و فراموش کنم، عالیه. ولی اگر گذشته در ادامه پیدا میکنه، این شد حرف که من درش سرمایه گذاشتم. چه سرمایه شما گذاشتید؟ تحمل کردید؟ رنج بردید؟ میام همه لحاظ تحمل، هم از لحاظ رنج، هم از لحاظ خب تمام دیگه هزینه، و از همه مهمتر این که شرایط اقتصادی ما نسبت به مریج دیورس اگریمنتی که جلوی من گذاشته، شرایط زندگی من طوری اصلا نیستش باورم که میشه. من مگر ایشون قراره بگذاره؟ جانم مگر ایشون میتونه شرایط رو برای شما، شرایط بر نه، اساس یعنی قوانین منظورم از کانادا؟ لحاظ این که چایلد ساپورتی که من الان باید بدم، خب ساپورت یعنی بیلایی که الان جلوی من گذاشته نسبت به حقوق من، من دیگه تقریبا باید برم توی اتاق با 11 نفر دیگه توی اتاق زندگی کنم. خب ببخشید یعنی دوست خوب من، شما دارید منو یه جوری میبرید که فکر بکنم خیلی غیر عادیه. شما به عرض من توجه کردید؟ شما حرف این است که دادگاه تعیین کنه، دادگاه که همچی کاری نمیکنه، بیل ایشون اهمیتی نداره. دادگاه حرفش اینه که شما $1000 در میارید، بر اساس تقسیم بندی بچه های مساوی باشه تقریبا، خیلی کم یه ذره متفاوت باشه، شما فرض کنید از این مقدار $1000 $500-$600 شو ایشون میده، $400 برای خودتون میمونه. مثال دارم میگم، این نیست که ایشون بتونن جلو شما قرارداد جدایی بذارن. از درست کی تا حالا قرارداد جدایی رو یه زن یا شوهر میتونه؟ جدایی از این جهت دارم میگم که من همین قرارداد داد، یعنی من با وکیل اینجا هم صحبت کردم، یه تقریبا به تو به بنکراپسی میرسه، یعنی میگفتش فکر نکن که زندگیت گل و بلبل میشه بعد از جدایی، یعنی واقعا لازم نه اقتصادی. نه ببینید عزیزم، شما روی خط لطف کردید، صبر کنید صبر کنید،
اگر شما توی مهمونی مطالب رو میگفتید، من ساکت مینشستم، شما روی خط رادیویید، ممکنه من بگید که فرض کنید حقوق شما 1000 دلاره، وکیل شما میگه چقدر از این پول برای تو میمونه، چقدر شما در ماه بدی به همسرت، برای همسرتون کار میکنن یا نمیکنن؟ درست. نه کار میکنن یا من کار نمیکنن؟ نمیکنه، نه کاری نداره. بنابراین بلا فاصله با قاضی برمیگردیم که ایشون باید برن دنبال کار. درست. این یک. دوم، از 1000 دلار این وکیل شما که میگه هیچی برات نمیمونه، باید بنکراپسی، چه ارتباط داره بنکراپسی سر نه ثروت لغتیه، نه دقیقا لیگال بنکراپسی، ولی میگفت زندگیت خیلی به مضیقه خواهد رسید. دوست خوب من، در خدمت عزیز دل من، من نمیتونم بگم تفاوت 7 با 9 مثل تفاوت 700 با 650 میلیون چون وکیلم گفته. وکیلتون مزخرف گفته. آخ شما یه حرفایی میزنید، شما قرار معقول و منطقی بحثی رو بکنید. شما هیچ کسی رو نمیان وقتی که داره یه نفر کار میکنه، بلافاصله تو دادگاه امریکا و کانادا میگن دومی هم باید بره کار بکنه. بر اساس درآمدی که دارن یه تقسیم میکنن که در اینجا اگر خودتون تنها بودید یه مسئله داشت، بچه هایی که اصلا یه چایل سپورت، یه اسپاوزل سپورته. بعدم لغت ورشکستگی، ورشکستگی روی ثروت، روی دارایی، روی درآمد نیست. آخه این لغت ها رو که همینجور نمیشه به کار برد. من برگردم بگم نه صبر کنید، آخه نه شما میخواید ادامه بدید، با هم قرار حرف حسابی بزنیم. برای که شما تبدیل کردید همه موضوع رو به راحتی یک رو ده میکنید، ده رو صد میکنید و فکر میکنید حالا دیگه وحشتناک شد. اصلا دوش هم قبول ندارم که یکی شما رفته شده صد. آخه این از حرفا معنی نداره. ایشون اومده قرارداد گوشتن بگذارن، میخواید منم یه قرارداد براتون بفرستم، چه ارتباطی داره؟ من این همه رفتم تو دادگاه ها وقتی که زن و شوهرها بودن، حسابا اینقدر روشنه که برخی از اوقات برمیگردن میگن 352 دلار و 40 سنت. یعنی حساب کتاب داره این کارا، درصدا داره، سن بچه هاست، شرایطی که هست، دادگاه ها یک گایدلاینی دارن، یه اصولی دارن که بر مبنای اون حرکت میکنن. نمیان که برگردن میگن بر اساس یه جدایی و طلاق ما یه طرف رو از بین ببریم. شما درباره دارایی اگر میگفتید یه مسئله بود، اون برمیاد میگه چه چیزی با هم تولید کردی که ورشکسته بود، ولی اگر درباره درآمدتونه، درآمد شما و درآمد ایشون که باید برن دنبال کار و اینو باید نشون بدن جمع میشه برای یه اصولی که برمیگرده به اینکه بچه ها بیشتر با کی هستن تقسیم میشه. اگر فرض کنید 70-80% بچه ها رو شما به ایشون بدید، 20% با شما باشن، ای بس اون چیزی که شما و ایشون برمیدارید 60% به ایشون میرسه، 40% به شما. برام اگر 1000 دلار دارید، 400 دلار مال 600 مال ایشون، ولی اگر ایشون رفتن 400 دلار درآمد داشتن، اون 400 دلار یه 150 دلارش به شما برمیگرده یا 200 دلارش 200 دلار برای خودشون میمونه. آخه اینا ضرب و جمع عزیز. اینا چیزی نیست که کسی تصمیم بگیره. نه صبر کنید. نه صبر کنید. شما روی خط رادیو هستید قربونتون. برای که این حرفا برای دیگران منده، من که میتونم یه حرفی که غلطه و نادرسته رو بذارم پخش بشه، من میگم خب این جوریه. شما وقتی جدا بشید یه 1000 دلار در میارید، 900 دلار میگیرم دادن دست اون، بعد وکیلت هم میگه تو ورشکستگی، خب بی خود میکنه، بعد میگه نه مخصوص از ورشکستگی، ورشکستگی آی بابا. من برگردم میگم یه کسی رو من کشتم، یه کسی یه کسی رو کشته، ولی نه قصد کشتن این نبوده، قصد این بوده که دلش میخواسته بمیره. خب کدوم دادگاه میبره این آدم رو محکوم کنه به قتل که دلش میخواسته اون آدم بمیره؟ نه. حالا یک تا من میخواستم مسئله رو خیلی دقیق و شسته و رفته نسبت به اون چیزی که اتفاق افتاده بگم. یه موقعی هست من برای این قضیه که بتونیم آیا ادامه بدیم یا طلاق بگیریم، یه موقعی از شما خودتونم قبلا گفته بودیم، یه موقعی شما 90%، 10%، خب تکلیف معلومه، میره آدم سمت 90%. حالا آمار این حداقل میگه اون 90% بهتره که بت کنی، ولی یه موقعی که 49-51 یه مقدار اینجا باید خودتو سوال بپرسی. منم سر همین قضیه گفتم با شما که صحبتی کنم، من این کفه ترازومو بگم ببینید که شما با توجه به این شرایط چیزی رو من، یعنی نظری می‌خواستم، مشورتی از شما بگیرم حقیقتش، ببینم چی جوری میتونم تکلیف خودمو معلوم کنم. چون از طرف ایشون اون 90% است، یعنی رو طلاق، یعنی از نظر ایشون همه چیز حل شده است، ولی گفتم که من راجع به این قضیه بگم که اون قسمت مثبتی که واسه من وجود داره، من واقعا دوستش دارم، زنم دوست دارم. چه چیزه ایشون رو دوست داری؟ نه 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 شلوغش نکنید، باز رفتیم اون حرفا.
ممکنه سه تا چیز خوب ایشون رو که در ایشون هست همچنان هم اکنون شما دوست بله دارید چیه؟ بله یکی اینکه خیلی زن وفاداریه، خب یعنی خیلی زن وفاداری، به هم به زندگی، هم به من، علاوه ببخشید تعهد، اینا خیلی نه زیاد. نفهمیدم دو نه نه صبر کنید، لغت وفاداری که خیلی خیلی هم مهمه، اینی که شما نگران این که ایشون حواسشون به مرد دیگه باشه خیانتی بکنن نداره. به خیانت وفاداری به زندگی یعنی چی اصلا؟ چه معنی داره این فهم؟ شما قرار شد حرف همجوری نزنید. ایشون بچه شما رو میزنن، ایشون با وجودی که شما کاری نکردی به پلیس تلفن میکنن، وفادارند. آخه چی میگی عزیز؟ شما به من میگید، من که اصلا ایشون رو نمیشناسم، من که نظری راجع به خانم شما، همسر شما ندارم. وفاداری به زندگی؟ ایشون میخوان طلاق بگیرن. آخه عزیز من، شما مال کجایی قربونت برم؟ دکترا داری اصلا کجایی؟ بچه 4-5 سالی تو حرف وفاداری به زندگی. شما من میگی اون خیلی هم مهمه، قبل من از ایشون از شما میپذیرم، حرفی هم در این زمینه نزدی. بعد این سبب میشه که به این دلیل ایشون رو دوست داشته باشید؟ زنی که میخواد طلاق بگیره، زنی که به بچه هاش نمیرسه، زنی که بچه هاشو تنبیه میکنه، زنی که شوهرشو به دروغ متهم میکنه، زنی که تهدید میکنه با پلیس صحبت کنه، وفادار. وفاداری معناش این است که من پای تو میستم با وجودی که همه چی خراب شده یا حتی تو بد شدی و میخوام سر عهدم بمونم. به عهد و پیمانه مرتبطه. ایشون که همه رو دارن میشکنن. خب دو چیز دیگری که ایشون رو شما سبب شده دوست داشته باشید چیه؟ لطفاً دقت کنید، همینجوری یه چیزی نگید. یکی اینکه ما خیلی کلن نسبت به هم دیگه خیلی رابطه صمیمی خوبی نسبت به هم دیگه داریم، یعنی از لحاظ صحبت کردن و اون امنیتی که برای لخ شدن نسبت به هم دیگه از لحاظ عاطفی وجود داشته همیشه جای خوبی بوده. پس چرا دعواتون داری؟ پس چرا اختلاف داری؟ اختلافات اگر رو شما نمیتونیم اگر شما کنترل میتونید کنیم، یعنی از جهت شما حالتون خوب نیست عزیزم، عزیز من آدم نه نه اصلا آخه نگید این حرفا رو خط، قربونتون برم. من شما اصلا معلومه دور از واقعیت، شما الان یه وحشتی دارید از اینکه من با حرف بزنید بعدم بازخواست بشید. من برگردم، من روزی میتونم برگردم بگم که راحت حرف میزنم و به قول شما اوریان میشم که اصلا نگران نیستم به هیچ نقطه ضعف من اشاره کنه، به من حمله کنه، اصلا حالت تهاجمی داشته باشه، حتی من احتیاج به حمایت داشته باشم، من احتیاج به دفاع داشته باشم، من راحت راحت. شما دارید به من میگید داستان و ماجرا درست که ما با هم اختلاف داریم، بعد کار بالا میگیره به طلاق و پلیس کشیده شده، بعد میگید ما راحت میتونیم با هم حرف بزنیم، یعنی هرچی تو دلمون میتونیم بگیم، طرف مقابل ناراحت نمیشه، احساس بدی نمیکنه. شما دارید به من میگید از اینکه پسر 3 سال و نیمه من مثلا به باباش یه توجهی داره که میتونه حتی از ترس باشه نه دوست داشتن ایشون رو ناراحت میکنه که چرا پسرم تو رو بیشتر ترجیح میده، میگه دوست دارم نه منو، من باید خوشحال باشم، همه زن و شوهرها باید خوشحال باشن که بچهشون همسرشون رو خیلی خیلی دوست داره، یعنی یه جزء وجودش و یه جزء بیشترش محبت و مهره. یه وقتی که یه زن یا یه مردی میبینه که بچه هاش همسرش رو دوست دارن باید خوشحال باشه، اقلا یه چیزی درسته. وقتی که دوست نداره اون وقت باعث وحشته که این بچه بدن روانیش نابود شده، داغون شده، دست و پای روانیش قطع شده، بعد ایشون از این ناراحت میشه. آیا این حرف هست که شما به من زدید؟ من که هیچی نمیدونم راجع به همسرت. شما چرا پنهانکاری و دروغ رو میخواید سر هم کنید؟ نمیگم به من دروغ میگی، به خودتون. شما کاملا پیداست از ایشون میترسید. شما پیداست از این که ایشون قرارداد جلو شما گفته میخوام طلاق بگیرم، یا اون وکیلتون که اصلا جوری ما تو مبهوت مونده اون بیانات رو فرموده، وحشت زدید، حالا دارید دست و پا میزنید که ایشون بمونه و بشه، و بعد خودتون دو دفعه دارید یه حرفی میزنید برای من تعجب آوره و به من استناد میکنید، میگید من 49-51 هم سر موندن و رفتن. اولا ایشون داره میره، دوم 49-51 هستی، سه تا چیز، 4 تا چیز خوب این زندگی چیه؟ الان ظرف 3 ماه گذشته 4 تا چیز خوبی که در زندگی شماست، در رابطه شماست، در وجود و شخصیت ایشون هست، چه هست؟ که شما هم به ایشون علاقمندید، هم مرددید که بمونید یا برید. من پیشنهاد طلاق ندارم، ولی مثلا جور مات مونده که من برگردم بگم یه کسی یه خونه 1 میلیونیه
میگه من 100,000 دلار بیشتر ندارم، حالا بیا صحبت کنیم شاید بفروشه دیگه خونه 1 میلیونی به 100,000 دلار. آخه همچی چیزی در بازار ممکن نیست. شما دلتون میخواد یه جوری بگید که مبادا بعدا ایشون شما رو بازخواست کنن که تو چرا اینو گفتی اینجوری نبود. شما کاملا پیداست، یعنی کاملا یه آدمی هستید به نظر من کاملا مضطرب و نگران. جایگاهتون هم که پیداست، لاست چایلد، تو 6 تا بچه پنجمید. شما هیچ وقت تو زندگیتون باهوشید، رو خودتون میتونید تکیه کنید، آنچه که فقط به خودتون مربوطه رو پیش میدید، ولی هم چیزی که به روابطه نه شما درست تشخیص میدید نه به خوبی در موردش عمل میکنید یا نتیجه خوب میگیرید. چرا میگن بچه یکی ماه قبل آخر، لاست چایلد، کودک گم شده، ما نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، بلد نیستم، چی کار کنم همراهه. درست. و شما مدعی هستید توی ازدواجی که اینگونه شما دارید توصیف میکنید. من ای بسا همه حرفای شما درست نیست، شما دارید توصیف میکنید، هنوز بگید من 51-49 هم. نه حرف شما کاملا درسته، این از یه من خودم کاملا حس میکنم از روی ترسه، یعنی از روی ترسه که یه جوری میخوام جاستیفای کنم موندن و. یعنی اون ترسی که وجود داره از رفتن، از ندونستن، از جدا شدن، اینا رو من هیچ کنون تجربه شو نداشتم. یعنی حتی هیچ کس نداره عزیزم، ولی ما تو دنیایی هستیم، حرفتون درسته، ما تو دنیایی هستیم که شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میدیم، ولی الان شرایطی که شما بیان میکنید خطرناک و نگران کننده است. یعنی شما میتونید یه دفعه از کوره در برید یا یه کاری بکنید یا یه کاری نکردید، ایشون بخوره زمین، دستش یه ذره سیاه بشه، متهم کنه شما به ایشون حمله کردید، بیفتید زندان، یه دفعه پرونده جنایی پیدا کنید تو دادگاه. درست. که چی؟ یه ازدواجی کردید، از همون ابتدا اشکال داشتید، دنبالش نرفتید، بچه ها وردید، همچون مات مبکوت میمونم. غیر از اینه که شما نخواستید واقعیت رو، شما یه فرضی داشتید، فرض قدیمی مال 2000 سال قبل که ما رفتیم ازدواج کردیم که حالا با هر جور شده باید بسوزیم و بسازیم. منم هیچ موافق طلاق شما نیستم، ولی اصلا من نمیفهمم شما چی میگید عزیز. ای بس اصلا تمام تقصیرها متوجه شماست، همه عیب و ایرادها متوجه شماست، اونو میتونم بفهمم، ولی گزارشی که شما میدید اون نتیجه رو نمیگه. حرفایی که شما خودتون به من زدید نشون میده این زندگی زناشویی اولا خراب شده، خطرناک هم شده. درست. و چطور آدم دوبارم عصبانی شده، مثلا جرب است که خب منم عصبانی شدم، یه دادی زدم، مثلا یه چیزی تو دستش بوده، کوبیده تو سر من و مثلا از این اتفاق. خب اگر یکیتون آسیب دیدید یه طوری شدید یه موقع تو این برخوردها، شما نگاه کنید 80% قتل ها تو خانواده ها از نظر بستا زمینه های اموشناله. خب اگه همچی اتفاق افتاد، دو تا بچه، یکی یه پدر یه مادر مرده، یه پدر مادر تو زندان، دو تا بچه هم توی پرورشگاه، که چی میخواید چی نجات بدید؟ که حقوقتون میره برشکسته میشه، اون وکیلتون گفت من مات میمونن. خب اینا هیچ کنون با واقعیت ها نمیخونه. بنابراین با دو تا آدم عاقل، یه روانشناس یه وکیل مشورت کنید چی به شما دارن میگن درباره کارهایی که هست. ولی جدایی و طلاق بله زندگی رو مشکل میکنه، هزینه ها رو بیشتر میکنه، اگه درآمدا کمتر بشه یا کم باشه مسئله است، ولی این خیلی متفاوته که من همه چیز از دست میدم میشم هیچی، بعدم من میخوام زندگی رو نگه دارم، من هیچ مشکلی ندارم. من همیشه عرض کردم طلاق همیشه همیشه بده، قسمت های وجود همه رو قطع میکنه، ولی برخی از اوقات زندگی زناشویی از اون بدتره. اینجا تنها بدتره نیست، خطرناکه. توی جایی مثل امریکا یا کانادا خطرناک دارید شما پیش میرید. بعد مثلا لطفا یه سوال من اگه میتونید با یه دقت جواب بدید، پرو این دکترها که رفتید هیچ تشخیصی روی همسر شما دادن که ایشون مشکل و مسئله روانی اگر داره چیه؟ بله من یعنی مشاوری که داشتیم یه جورایی مثلا هینت به من داد که ایشون هم شخصیت داره، شخصیت یعنی دیاگنوست نکردم ولی بر اساس پیش‌فرضش این بود که شخصیت نارسیستیک دارن و در عین حال بایپولار هم هستن. خب شما ترکیب این دوتا رو میدونید اگر چنین باشه؟ من ترکیبش رو یعنی یه چیزایی به من گفته ولی نه ببینید عزیز، و شخص چند تا شخصیت خیلی خرابه،
یکی شخصیت خودشیفته است، نارسیسیسته، یکی استریانیکه، یکی بوردرلاین. اینا وقتی همراه میشن با منیک دیپرشن، دو قطبی، یه مخروطی به وجود میارن که کار 10 برابر از در تراپی مشکل تر میکنه. ده. چون از یه طرف شما یه چیزی رو دارید میسازید و دارید پیش میرید، یه دفعه یا حالت منیک یا افسردگی سرکلش پیدا میشه، همه رو خراب میکنه. درست مثل اینست که چندین مثلا بار از شما جلسات تراپی گذاشته بود رفته بود بیرون، یعنی اون تریتمنت یا مثلا کامنتی که تراپیست روش گذاشته بود بهش برخورده بود و جلسه رو ترک کرده. به هر حال عزیز، اگر بهتون بگم پرسشتون از من چیه، چی میگید؟ والا من تقریبا جوابمو گرفتم. من میگم یه مقدار نظر شما رو میخواستم نسبت به دیدگاه خودم روی این 51-49 و اصلا حرفتون درست نیست. من پیشنهاد جدایی ندارم، پیشنهاد ماندن ندارم، اون بحثی است که به خیلی اطلاعات دیگه احتیاجه، ولی این چیزی که شما میگید هم زندگی زناشویی بدی رو نشون میده، هم خطرناکی رو، و خیلی از اوقات ممکن آدم‌ها با بدی یه جوری کنار بیان که نه اینکه درسته، ولی خطرناک و دیگه نمیشه باش شوخی کرد. بنابراین لطفاً حتماً مشورت کنید، لطفاً یه وکیل دیگه ببینید. درباره قرارداد مسائل مالی در امریکا و کانادا اصولی داره عزیز، این مسئله دل بخواهی یه نفر بگه نیست. برای آدم ها ممکنه برای ازدواج بگن اگه تو میخوایی من با تو ازدواج کنم این کار برای من بکن، برای طلاق که دیگه کسی نمیتونه کسی رو تهدید کن، برای طلاق که دیگه تهدید نداره. طلاق تو میخوایی طلاق بگیری من به چی تهدید میکنی؟ یعنی این پایان کاره. به هر حال امیدوارم به یه جایی برسید. متاسفم از آنچه شنیدم. لطفاً عرایض من رو یه دفعه دیگه بشنوید لطفاً، و مطمئن بشید که واقع بینانه با موضوع برخورد میکنید، چون اگر قرار باشه واقع بینانه نباشه کاملاً میتونید بسیار بعداً پشیمون بشید، به خودتون، به همسرتون و به بچه ها آسیب بزنید. امیدوارم راهی پیدا بشه، ولی خوشحال نیستم از آنچه شنیدم. براتون آرزوی بهتری دارم. خیلی لطف کردید.